الهی به امید تو سلام بر شما. به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه برابر است با دهم دلو سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز سرخط خبرها. عدم گفتگو درباره حکومت فراگیر در نشست همکاری های منطقه‌ای. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که مسئله حکومت فراگیر جز اجندای نشست همکاری های منطقه‌ای افغانستان نبود. حکومتی باشه که مشمول همه افغان ها و جریان های سیاسی و فکری و اقوام افغانستان، زنان و مردان افغانستان باشه. چگونگی نظام، ساخت نظام، شمولیت، عدم شمولیت در نظام، این وظیفه افغان هاست. گزارش تازه گروه جهانی بحران درباره افغانستان. گروه بین المللی بحران در گزارشی به چگونگی روابط افغانستان با جهان، حقوق بشر، تهدیدات مرزی و مسائل دیگر پرداخته است. حق کار که باید یک خانم داشته باشه ما تا حال برش ندادیم. در این مورد ما شاید موافق باشیم، ولی در سایر مواردی که موضوع تی تی پی دیگه موضوعات، افغان ها در اون مورد سهم ندارند. رسیدن به خودبسندگی در بخش تولید نفت تا سه سال دیگر. به زودی کار استخراج 11 بلاک نفتی حوزه هرات به شرکت های خصوصی سپرده خواهد شد. خودکفا میشیم درباره پترول وارد شدن و دیزل وارد شدن. انشاءالله موبلین و گریس و قیب یک کلگی شده انشاءالله دست سی سال آینده در اینجا ما خودکفا میشیم. عقب گرد افغانستان در گزارش سازمان بین المللی شفافیت و محکوم شدن عمران خان به 10 سال زندان در پاکستان. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سبغه سپه. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که مسئله حکومت فراگیر جز اجندای نشست همکاری های منطقه ای افغانستان نبود. میترا مجیدی. نشست ابتکار همکاری های منطقه ای افغانستان روز پیش پشت درهای بسته در کابل پایان یافت. در این نشست نمایندگان 11 کشور از جمله روسیه، ایران، پاکستان، هند و اندونزیا شرکت کردند. سخنگوی امارت اسلامی به طلوع نیوز میگوید که براینده این نشست سبب همبستگی منطقه خواهد شد و در جلوگیری از تهدیدات مشترک امنیتی نیز سودمند خواهد بود. کنفرانس یکی از کنفرانس‌های مهم در کابل بود. انشاءالله به همبستگی منطقه منجر میشه، تهدیدات مشترک مشخص شد و در راستای جلوگیری همه کشورها که مسئولیت دارند مشخص شد که باید چی انجام شود، رابطه منطقه‌ای بیشتر ساخته شود. هرچند پیش از برگزاری این نشست نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود که در این نشست مسئله حکومت فراگیر در افغانستان نیز به بحث گرفته می شود، اما سخنگوی امارت اسلامی می گوید که مسئله حکومت فراگیر در افغانستان در آجندای این نشست جا نداشت. این موضوع بخش از آجندا نبود. ما قبلا موقف خود را گفتم که موضوع مرتبط به افغان ها است، مرتبط به کشور دیگر نیست. کشورهای دیگر برای آن موضوعات مفردازند که مربوط به آنها میشه و افغانستان. پس چگونگی نظام، ساخت نظام، شمولیت و عدم شمولیت در نظام، این وظیفه افغان هاست. مشخصا خواسته های فدراتیف روسیه را از طالبان تکرار کرد و او ایجاد حکومت همشمول و فراگیر و حکومتی بود که همه مردم افغانستان و تنوع سیاسی در افغانستان ایجاد شود و حکومتی باشه که مشمول همه افغان ها و جریان های سیاسی و فکری و اقوام افغانستان، زنان و مردان افغانستان باشد. سرپرست وزارت خارجه روز پیش در این نشست با اشاره به دومین نشست دوحه که به روزهای 18 و 19 فوریه سال روان میلادی درباره افغانستان برگزار می شود، از نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان خواسته که در این نشست واقعیت های کنونی افغانستان را بازتاب دهند. گروه بین المللی بحران در گزارشی به چگونگی روابط افغانستان با جهان،
حقوق بشر، تهدیدات مرزی و مسائل دیگر پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده که برخی از کشورهای منطقه به نظر داشته تأمین حقوق بشر در افغانستان و به هدف دستیابی به اهدافشان با حکومت سرپرست در حال تعامل هستند. در این میان حکومت سرپرست با رد این گزارش می افزاید که روابط کنونی با کشورهای جهان از بهره حل چالش‌های کنونی است. سودابه نژند جزئیات می دهد. چگونگی روابط میان افغانستان با کشورهای دیگر، مسائل مرزی، حمله های تحریک طالبان پاکستانی و نگرانی ها از مسائل نقض حقوق بشری از بخش های اند که در این گزارش روی آن پرداخته شده است. در بخشی از این گزارش گروه بین المللی بحران آمده است که برخی از کشورهای جهان به نظر داشته مسائل حقوق بشری و برای رسیدن به اهدافشان با حکومت سرپرست در حال تعامل هستند. حق کار که باید یک خانم داشته باشه متوال برشان ندادیم. در این مورد ما شاید موافق باشیم، ولی در سایر موارد که موضوع تی تی پی دیگه موضوعات، افغان ها در اون مورد سم ندارن، نباید در این مورد افغان ها را تحت فشار قرار بدن. در این گزارش آمده است که برخی از کارهای بنیادی در افغانستان سبب به میان آمدن اختلاف ها با کشورهای همسایه افغانستان شده است. از سوی هم امارت اسلامی بارد این گزارش می گوید که حکومت سرپرست با کشورهای همسایه و منطقه روابط خوب دارد و تلاش می شود تا برخی از چالش های به میان آمده میان افغانستان و کشورها حل ساخته شود. سخنگوی امارت اسلامی همچنان یک بار دیگر می افزاید که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در چارچوب قوانین اسلامی در کشور تامین است. گروه بحران همیشه متاسفانه در مورد افغانستان راپورهایی که می سازند کوشش می کنند موضوعات بسیار خرد و ریزه را پیدا کنند، منفیات را با سرش کار کنن و لارج بسازن و باز رو یک پروبلم تلقی کنن و نشر کنن. حوالی مشکلات ما و بین همسایه ها اصلا نقدر نیست که سبب کدام مشکلات شوه. طبیعی از همه کشورا با همسایه خود گاهی وقت مشکلات خود داره در موضوعات تجارتی، رفت آمد ها و تخطی ها، ولی راه حل هم وجود داره. گروه بین المللی بحران در این گزارش افزوده است که با به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، کشورهای منطقه در تلاش فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان هستند. امارت اسلامی میگوید که در زمینه پیکار با داعش در افغانستان نیاز به همکاری کشورهای دیگر ندارد. سخنگوی امارت اسلامی به تولو نیوز میگوید که ایران و افغانستان با هم دو کشور همسایه هستند و نیاز است تا امنیت در مرزها تأمین باشد. این در حالی است که پیش از این گزارش های درباره احتمال همکاری تهران با کابل از بحر پیکار با شاخه خراسان داعش در افغانستان پخش شدند. فاطمه ادیب نگاهی انداخته. نشر دیپلمات در مقاله نگاشته است که حمله پسین شاخه خراسان گروه داعش در کرمان ایران احتمال می رود که این کشور پیکار در برابر داعش را در خاک افغانستان با همکاری امارت اسلامی آغاز کند. بر بنیاد این نشریه، سرکوب گروه های هراس افغان نه تنها برای ایران بل برای تمام کشورهای منطقه نیز مهم است. از سوی هم امارت اسلامی می گوید که حکومت سرپرست نیرو و امکانات کافی در پیکار با گروه داعش را در اختیار دارد و در این زمینه نیاز به کمک کشورهای دیگر ندارد. سخنگوی امارت اسلامی به تولو نیوز می گوید که ایران و افغانستان با هم دو کشور همسایه هستند و نیاز به تامین امنیت در مرزها است. ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند، در مرزها ما نیاز به امنیت داریم و این باید هم بین دو کشور باشه که آنها در خاک خود متوجه تهدیدات و مشکلات باشه، ما در خاک خود. ولی که در افغانستان ما کدام عملیات مشترک با کسی داشته باشیم یا کمک بخوایم هیچنین نیست، چون ما نیروی کافی و تجربه کافی در این بخش داریم. از سوی هم برخ از آگاهان مسائل نظامی به این باورند که از بهر نابود کردن گروه داعش باید به گونه اجماعی پیکار شود. اجماع منطقوی و هماهنگی صادقانه و قاطعانه به خاطر مار کردن گروه وجود داشته باشند، ممکن این تاثیرات مثبت را در مار کردن گروه داشته باشند. پیش از این سخنگوی امارت اسلامی به تولو نیوز گفته بود که اعضای گروه داعش در افغانستان از 70 تا 80 تن می رسد، اما این گروه در افغانستان سرکوب شده است.
معاون سیاسی ریاست الوزراء میگوید که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه مخالفت در برابر نظام کنونی را نخواهد داد. مولوی عبدالکبیر در مراسم فراغت یک مدرسه دینی در خوست می‌افزاید که نظام فعلی در نتیجه قربانی های امارت اسلامی و همه اقوام کشور به میان آمده است. این مراسم فراغت یک مدرسه دینی در خوست است. در این مراسم به شمول معاون سیاسی ریاست الوزراء شمار دیگری از مقام های بلندپای امارت اسلامی نیز شرکت کردند. معاون سیاسی ریاست الوزراء در این مراسم میگوید که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه مخالفت در برابر دین و نظام کنونی را نمیدهد. من در خپل دین ساتنه په شریکه کوم. دین یوازې د ملا او د طالب نه ده، دا د مسلمان دین. نو موږ په خپل دین نه دفاع غټه باندې کوو. این چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه د اسلامي نظام په خلاف باندې یو حد نه حرکت وکړي. او در بخش دیگر از سخنان خود تاکید میکند که نظام کنونی در نتیجه قربانی های همه اقوام کشور به میان آمده و نیاز است تا مردم به پشتیبانی از این نظام ادامه دهند. در سلطنت جهاد با پروگرام که به در برخه که در افغانستان طول مسلمان قومونه اگر تا هر قشن سر تعلق بلدی اگر اونگا پا در جهاد که نظام سر شریف بلو. این در حالی است که معاون سیاسی ریاست الوزراء در سفرش به جنوب شرق کشور به روز دوشنبه در نشستی با استادان دانشگاه شیخ زاید خوست برای جهانیان اطمینان داد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد. معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل میگوید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی 750 منازع قومی در سراسر کشور حل شدند. معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل در یک گفتگوی ویژه با تلونیوز میگوید که امارت اسلامی برای حل منازعات در کشور متحد است و تمام منازعات را حل و فصل خواهد کرد. عبدالخالق عابد آمار میدهد که پس از حاکمیت امارت اسلامی 750 منازع بزرگ و کوچک که میان اقوام و خانواده ها وجود داشت با همکاری بزرگان قومی و عالمان دینی در کشور حل شده است. آقای عابد میافزاید که بیش از 140 منازع دیگر نیز در حال حل شده است. و سوا او پنځو شخړي د ملک په سطح غټي او وړي حل کړي دي چې په دې کې تقریبا د یو نوي کال شخړه هم موږ حل کړې ده، د دېرش کال شخړه مو هم حل کړې ده، په دې کې مو د لس کلن شخړه هم حل کړې ده، په دې کې په لسګونه مړي هم سوي وه. معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل همچنان می افزاید که منازعات بزرگ در نورستان، پنشیر، بدخشان و دیگر ولایت ها حل شده و دشمنی ها را به دوستی مبدل کردند. این مقام امارت اسلامی می گوید که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی هیچ دختر در بد داده نشده است. یو چوک نسی کولای چی پا بدی که اجباری زنانی ورکی دا بدی پیوست کی، ولی الله پاک جل جلاله دا قاتل دپاره خپل حکم واضح کړی په قرآن کې. در همین حال شماری از آگاهان حل منازعات را برای متحد شدن شهروندان کشور مهم میدانند. خلک په حکومت باندې باور پیدا کوي چې دغه حکومت د دې وړتیا لري تر څو د خلکو ترمنځ هغه اوږدمهاله مشکلات دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي. که چېرته په یو کلي کې دښمني نه وي، هغلته دوستي وي، مینه محبت وي. معین این وزارت میگوید که حقوق تمام افغانها در سراسر کشور تأمین است و ادعاهای مبنی بر این که حقوق اقلیتها در کشور مسئول نیست رد میکند. به زودی کار استخراج 11 بلاک نفتی حوزه هرات به شرکت‌های خصوصی سپرده خواهد شد. حبیب الرحمن قویاش جزئیات می‌دهد. جریان داوطلبی 60,000 تن نفت خام استخراج شده بلاک قشقری حوزه نفتی آمودریا در کابل. در این داوطلبی یک شرکت برنده شده است که در هر بشکه نفت خام 24.80 دلار کمتر از نرخ جهانی در هر بشکه به وزارت معادن میپردازد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید که از رهگذر فروش این نفت خام تازه استخراج شده در حدود 27 میلیون دلار آمریکایی به خزانه امارات اسلامی واریز می شود. 60,000 تن نفت استخراج شده دریای حوزه آمورا گرفت منفی 24.80، یعنی از نرخ جهانی پی بشکه 24.80 فیصد پایین پی بشکه. ای برادر 60,000 تن گرفت از وزارت.
همزمان با این آقای دلاور تاکید می‌ورزد که در آینده نزدیک 11 بلاک نفت و گاز حوزه هرات در غرب کشور نیز برای استخراج و اکتشاف برای شرکت‌هایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند سپرده خواهد شد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌افزاید که در 3 سال آینده افغانستان از رهگذر نفت و گاز از منابع داخلی افزون بر این که به خودبسندگی خواهد رسید، مقدار زیادی از مواد نفتی خود را به کشورهای دیگر صادر خواهد کرد. خودکفا می‌شویم درباره پترول وارد شدن و دیزل وارد شدن، انشاءالله موبلاین و گریس و قیر یک کلگی چیزا انشاءالله در 3 سال آینده در اینجا ما خود کفا میشیم. همکنون به های یک بشکه نفت خام در بازار جهانی به 82 دلار امریکایی خرید و فروش می شود و افغانستان از حوزه نفتی آمودریا روزانه 1100 تن نفت خام استخراج می کند. بر بنیاد اطلاعات وزارت معدن و پترولیم در سال جاری میلادی 24 حلقه چاه جدید در میان چاه‌های نفتی دیگر اضافه می شود و میزان استخراج نیز به 2000 تن نفت در روز خواهد رسید. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمدید. افغانستان در میان 180 کشور جایگاه 162 را در شاخص جهانی فساد به دست آورده است که نسبت به سال گذشته عقبگرد را نشان می دهد. در گزارش سازمان بین المللی شفافیت آمده است که افغانستان در سال 2022 در جایگاه 158 این فهرست قرار داشت، اما با 4 رده سقوط به رده 162 رسیده است. در این گزارش افغانستان از 100 نمره از نظر شفافیت تنها 20 نمره به دست آورده است، در حالی که دنمارک جایگاه نخست را از آن خود کرده و سومالیا به عنوان فاسدترین کشور جهان شناخته شده. با این حال اما وزارت اقتصاد میگوید که مبارزه با فساد یکی از اصل مهم حکومتداری امارت اسلامی است. مبارزه قاطع و بیامان با فساد یکی از اصول نظم حکمرانی در امارت اسلامی است و امارت اسلامی یکی از موفق ترین نظام ها در ریشه‌کن ساختن فساد در نظام بین الملل محسوب می شه. ریاست برشنای بغلان از افزایش 31% عواید این اداره در سال روان خورشیدی خبر می دهد. به گفته مسئولان آنان بیش از 600 میلیون افغانی از ره گذر توزیع برق در این ولایت گردآوری کردند. در همین حال آمر کارخانه بند دوم برق در شهر پلخمری مرکز بغلان از فعال شدن یک توربین دیگر این بند خبر می دهد. در اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهتان سپاسگزار. به امید دیدار. خدا نگهدار. شب بر شما خوش.